رسید به تعیین معادله خط مماس بر منحنی از نقطه خارج منحنی. ببینید چجوری میتونیم خطوط مماس خارج منحنی رو پیدا کنیم. دقیقا بفهمید برای تعیین معادله خط مماس بر منحنی چه کاری رو شما براتون پیشنهاد میکنم. میگم این مراحل اجرا بکنید. من میگم اون جایی که نقطه تماس به روی منحنی مجهول آلفا فرضش کنید. ایکس رو بدید آلفا، بعد توی تابمون به جای ایکسش آلفا رو قرار بدید، میشه اف آلفا. نگاه کن روی شکل، این نمودار اف ایکس، نقطه آب مختصات ایکس اف و ایگرگ اف خارج منحنی هن. یه مماس بر منحنی هست که تو نقطه بی اینجا ایکسش آلفا ایگرگش اف آلفا است. حالا مرحله بعدی از تابه مشتق بگیرید، ببینید و مشتق به جاش x همون مجهول آلفا رو قرار بدید تا m مساوی با f' آلفا تعیین بشه تو مسئلمون. گام بعدی توی معادله y صفر منهای f آلفا مساوی با f' آلفا x صفر منهای آلفا مجهول آلفا رو به دست بریم. این معادله بنویسید، x صفر و y صفر داریم، توی این رابطه میذاریم، مجهول آلفا رو تعیین خواهیم کرد. ببینید بعد از اینکه آلفا تعیین بشه، معادله خط مماس نقطه تماس همه به طور کامل تعیین خواهد شد. مثلا اول نگاه کنید، از نقطه آ صفر رو منهای یک دو خط مماس بر منحنی y مساوی با x2 به اضافه x رسم شده است. شیب مثبت این مماس کدام است؟ گزینه 1 1 2 2 3 3 و 4 4. من شیب مثبت بر این منحنی رو میخوام. این نقطه خارج منحنیه، چون اینو خارج این منحنیه، چون اگه صفر رو بذارم y هم صفر میشه، با منهای یک برابر نیست. حالا با توجه که این خارج منحنی هستش، این صدق نمی کنه، گام اول برو فرض میکنم آلفا ایکسش ایگرش اف آلفا، یعنی آلفا دو به اضافه آلفاست. گام بعدی هم تابم مشتق میگیرم، دو ایکس به اضافه یک، به جای ایکس هم آلفا رو قرار میدم، ام میشه دو آلفا به اضافه یک. توی معادله ایگرک سف، ببین این ایکس سف این ایگرک سف هست، قرارش میدیم اف آلفا، رابطه رو نمیشتم، ایگرک سف رو منهای یک، اف آلفا رو آلفا دو به اضافه یک، آلفا قرار میدیم، اف فریم آلفا هم که دو آلفا به اضافه یک و صفر x صفرمون من آلفا رو قرار میدیم. یه معادله بر حسب آلفا به دست میاد، مرتبش میکنم، آلفا دو میشه یک، دو مقدار آلفا تعیین میکنم، یک و منهای یک. حالا یه بار یک رو میذارم توی این رابطه شیب اول و منهای یک رو میذارم داخل این شیب دوم به دست میارم، شیب این سه و منهای یک رو قرار بدم منهای یک میشه. خودش گفته با شیب مثبت، پس ام مساوی با سه قابل قبول هست. پس اومدم نقطه تماس رو مجهول گرفتم، مشتق به جاش آلفا رو قرار دادم، شیب مثبت به دست اومد، تو این معادله قرار دادم مقدار آلفا رو تعیین کردم، آلفا رو گذاشتم تو این رابطه، شیب ها رو به دست آوردم، شیب مثبت جواب مسئله‌مو بودش. مثال بعدی ببینید، از نقطه آ صفر و منهای دو تو خط مماس بر منحنی اف ایکس مساوی با ایکس دو منهای یک رسم شده است. مساحت مثلث با رأس آ و دو نقطه تماس کدام است؟ اگر خوب دقت بفرمایید، این نقطه خارج منحنی مونه، اینم ضابطه مونه. گام اولش چی بود؟ برای اینکه شما بهتر بفهمید، من میگم ایکس دو منهای یک رسم کنید، ایکس دو رو یه بار بردم پایین، نقطه آ است، منهای دو صفر اینجا هستش، دو خط مماس بر منحنی رسم کنم، درست در اینجا هم دیگه قطع میکنه. حالا میگه این نقاط بی و سی نامگذاری بکنید و ما بیایم مساحت مثلث ABC رو برای شما پیدا کنیم. پس ما مختصات نقطه تماس بی و سی رو میخوایم که حساب بکنیم. میام چیکار میکنیم؟ فرض میکنیم که این تابه شما ایکسش یه بی داره نقطه تماس بود آلفا و اف آلفا، یعنی آلفا دو منهای یک، از تابه مشتق میگیرم، به جای ایکسش آلفا رو میذارم تا شیب مماسم به دست بیاد، یعنی میشه دو آلفا. تو معادله اینکه x0 رو y0 بود دیگه، تو این معادله قرارش میدیم y صفر منهای دو f آلفا هم که این هستش قرار دادیم، f فریم آلفا بود و صفر x صفر و منهای آلفا. این معادله رو ساده میکنیم با هم دیگه نگاه کنید و به این رابطه خواهیم رسید، آلفا دو یک، دوباره دو مقدار براش به دست میاد، یک یک رو میایم اینجا قرار میدن تو ب رو اگه یادتون باشه آلفا و f آلفا بود دیگه، یعنی آلفا دو منهای یک، یعنی میشه یک منهای یک صفر، آلفا بشه منهای یک، پس سیمون میشه منهای یک آلفا و اون آلفا دو منهای یک یعنی که صفر میشه. خب نقاط کاملا رو شکل مشخص شدن، یک و صفر، منهای یک و صفر و خود منهای دو و صفر و منهای دو هم اینجاست. این نقطه به دست ما، مساحت مثلث چیه؟ قاعده دو سان در ارتفاع تقسیم بر دو، پس میشه دو در دو تقسیم بر دو، حاصل به دست میاد دو. مثال بعدی رو ببینیم، از نقطه آ صفر و یک دو خط مماس عمود بر هم بر منحنی معادله فکس مساوی با یک دوم ایکس دو به اضافه سه رسم شده است. ایگر کدام است؟ سوال خیلی خوبی بودی و دانش آموز خیلی حواسش جمع میکرد. این دفعه اون نقطه خارج منحنی رو مجهول داده، ولی یه معلومی داده، گفته دو تا خط مماسی که رسم میکنیم بر هم عمودن. خب
ما میام چیکار میکنیم؟ فرض میکنیم عبارت ما یه نقطه به من قبلا آلفا میگرفتم حل میکنم، حالا ایکس یک بگیرید که میخوام با ایگرگ مطابقت کنه، ایکس یک اف ایکس یک هم یعنی یک دوم ایکس یک به تمام دو به اضافه سه، از تابم مشتق میگیرم، مشتق x چقدر آسون شد، بس مشی به خط واس میشه مشتق تابه که میشه به جای xش بزنم x1، یعنی میشه خود x1، پس به خیلی راحت مشتق یا شیب خط واسم x1 به دست میاد. حالا توی این معادله قرارش میدم y0 منهای fx1 fm x1 x0 منهای x1، خب y0 هم اینه، x0 هم اینه واسه باشه و fx1 هم اینه، جایگزین میکنم ببینید y fx1 هم x1 که همون شیبه بوده صفر منهای x1. حالا کاری که ما اینجا قرار میدیم توی مثلا اینو ساده میکنیم، حواستون باشه توی این مسئله هدف اون تعیین x1ه، همون آلفایی که تو قبلی بود، پس اینو میام این ور x رو بس به y نوشتم، طرف رو در دو ضرب میکنم جذر میگیرم میشه مثبت و منفی، نگاه کنید رادیکال 6 منهای 2y و منفی رادیکال 6 منهای 2y. شرط عمود بودن دو خط چی بود؟ ببینید M1 در M2 بشه منهای 1. حالا M1 تو مگه نبود؟ مگه M تو نبود X1؟ خب X1 یعنی همین، پس M1 و M2 یعنی این دوتا دیگه، پس را دیگه حاصل ضرب این دوتا میشه برابر منهای 1، این منفی با این منفی میره، پس دوتا رادیکال در هم ضرب بشن میشه 6 منهای 2Y مساوی با 1، Y مساوی با 5 دوم و مشهولمون رو تونستیم تعیین بکنیم.